السلام علیکم بیننده عزیز، خوش آمدین به چینل خودتان. خوشحال هستم که با یک ویدیو جدید در خدمت شما خوبا قرار گرفتیم. همینطور که در تصویر میبینید، امروز میخواییم که به درخواست عزیزای ما که زیاد درخواست کرده بودن که روی امی شیشه اجاق گاز ما با چی تمیز کنیم، مابین داشه با چی تمیز کنیم، پاک کنیم، امروز میخواییم که چند کار را با همدیگه انجام بدیم. دوستای عزیز با ما باشید تا اینکه میریم طرف شروع کار. دکمه لایک و سابسکرایب هم بزنید تا هر باری که ویدیو جدید میمونم اولین کسایی باشید که ویدیو رو میبینید. همین در اجاق گاز که باز میکنیم، اصلا ترس نخورین دوستای عزیز، ترس نداره که شما بگوین اگه باز کنیم بسته نتانیم خراب میشه. براتون دانه به دانه نشان میتم که چه رقم ما پیچایش باز کنیم و پس دوباره چه رقم بسته کنیم. خیلی راحت و آسان است دوستای عزیز. ما چند بار باز کردیم، تمیز کردیم. این دفعه باور کنید 3 هفته است که ما داخل داش اصلا تمیز نکردم. هر چیزی که پخته کردیم کاملا نموتو ماندم، فقط به خاطر شما عزیزا که با شما از یک جا تمیز کنم. دوستان میبینید که مابین داش چقدر کثیف شده و همچنان امی سیم اجاق گاز میبینید کاملا کثیف شده. البته 3 هفته است که ما اجاق گاز تمیز نکردم یا مابین داش تمیز نکردم، فقط به خاطر شما عزیزا خیلی بد زیاد کثیف شده دوستا دیگه که اصلا پرسان نکنید. ما همینطور که میبینید امروز از فروشگاه مولا ما پاک کننده را گرفتم که برای اجاق گازم هست، برای ظرفشویم هست و همچنان برای کاسه دستشویی که دستای ما رو میشوییم هم هست. گفتم میتونیم استفاده کنیم. امروز هم از یک کمک استفاده میکنیم دوستا و همچنان جوش شیرین که از تمرای سرکه سفید کاملا خیلی خوب تمیز میکنه، ولی از زیر تاوال استفاده نکردیم. اول مابین داشتم اینایش هم کاملا خطا میتونید دوستا ببینید. اینا رو ما خیلی زیاد از جباز کردیم، دوباره بسته کردیم. ببینید خیلی راحت است دوستا، فقط بالا فشار میتیم باز میشه. خب اینا دیدین مابین داشت ما میتونیم خیلی راحت پاک کنیم، حتی میتونیم ایران باز کنیم. میبینید؟ باز ببینید که من روی داشت امروی نمیتمیز میکنم امروز. خب میتونیم امروی جوش شیرین هم تمیز کنیم، امروی سرکه هم تمیز کنیم، ولی خب با از سرکه کرد ما با این جواب بهتر گرفتم. امروز میخوایم که با این تمیز کنم. تا اینکه کار شروع میکنیم دوستا، اول در اجاق گاز باز میکنیم. بیننده عزیز با یه پیچ گوشتی ما میتونیم که در داش باز کنیم. خب ببینید باید سرایش به می شکل باشه و اگر نه در داش با او پیچ گوشتی دیگه باز نمیشه. ای از خودش است، البته که خودش بودک وقتی که ما خریدیم. اینال دوستا ببینید من پیچش باز میکنم. پیجاش کنار میمونیم. یه رقم واشل است به خاطر سر ضربه شیشه که شیشه رو بگیره، یعنی میده نشه وقتی که آینه میندازیم. اینا شو سعی کن که دور نندازین یا از پشتان گم نشه. وقتی که رو برداشتین در اجاق گاز ما کم میگیرین، چون در اجاق گاز بالا میره. یه هم شیشه بعدی دوستا میخواییم مابین نظر تمیز کنیم. ببینید که من چه رقم باز میکنم. خیالتان راحت باشه، ترس نخورید، خراب نمیشه، چون ما خودم این کار چندین بارا انجام دادیم. فقط به درخواست شما عزیزایی که درخواست کرده بودین میخوایم که دوباره امروز باز کنم و در شیشه اجاق گازم درش حتما محکم بگیریم که بالا میپره در رویتان نخوره. یا در کد پایتان محکم بگیریم. سعی کنید دوست عزیز یا انا را میگیریم، سعی کنید که از پشتان گم نشه و شتوک در دور برتان نباشه.
یام در شیشه بعدی اجاق گاز یام واشل هستم. از همین شیشه دومی بود، یادتان باشه. هر چیزی که باز کردین یادتان باشه دوستای عزیز. در اجاق گاز دوستا سه لایه شیشه دارم، مواظب باشین که خدای نخواسته شیشه هایش از پیشتان نشکنه. این حال من در اجاق گاز یک دفعه بسته میکنم به خاطر که شیشه های از یک دفعه غمش رو بخورم که میده نشه، کنار میمونم. حالا اینجا را جارو برقی میکشیم دوستا. بلندر عزیز همینطور که میبینید ما همه پنکه ای داشت میبینید که کاملا یک کمی دورم است، وقتی تمیز کردنش یک کم اذیت میشه. میخواییم که را باز کنیم. میبینید بلندای عزیز پیجایش حواستان باشه که اشتباه بسته نکنید. هر کدامش که واز میکنید همه پیجایش کنار بانین، هزار کدامش تنهایی. بله اینجا خیلی راحت ما میتونیم که تمیز کنیم. حتی شیشه لامپش هم ما میتونیم خطا بتیم، چون ما لامپش شوشتیم فعلا کثیف نیست. میبینید خب فعلا این پیچ گوشتی رو برمیداریم، یک کمی درد سر داره ولی فرقی نمیکنه دوست عزیز، ارزش داره. ما وسایل رو میتونیم پاک و صفا تمیز کنیم. خب مقدار کمی سرکه ریختو امرا با موادی که گرفته بودیم. از این مواد گرفتیم دوستا در گوش های داش میریزیم، به خصوص جایی که زیاد کثیف است. اینجا دیدین سرکه ریختم. این حال بخیر شروع میکنیم به تمیز کردنش. مقدار کمی ریکا یا مایع ظرفشوی هم اضافه میکنیم. بیننده عزیز میبینید ترس نخورید، هیچ ترسی نداره، هیچ خرابی نداره که شما خدای نخواسته بگوین خراب نشه. باز کنیم دوستایی را خوما باور دارم، به خصوص خواهرای عزیز ما که فرق نمیکنه از هر جای باشین کلگی قوی هستن، همگی میتونن. که باز برای خواهرای ما سوال خلق نشه که مثلا کلگی میتونست تمیز کنن. بله کل خواهرای ما، کل مادرای ما قوی هستن، از عهده هر کار بر میاین، از مکده شاید خوبتر و بهتر بلد باشین. امروز ما فقط به درخواست عزیزای ما، به درخواست خواهرای ما که درخواست کرده بوده که داخل داش چه رقم تمیز کنیم و امو شیشای داش یا امو در داش چه رقم باز میکنی که ما بین شیشا که زیاد آشغال میریزه یا آب میریزه لکه میشه چه رقم پاک کنیم. فقط به درخواست خواهرای ما امروز من از موبایل داشت برای شما عزیزا ویدیو گرفتم. مگر نه خواهرای ما کلگی دوست دارن که خانهشان تمیز باشه، وسایلی که میگیرن لکه نباشه، کثیف نباشه. کلگی دوست داره دوستای عزیز، هیچ کسی نیست که خدای نخواسته دوست داشته باشه که خانهش به هم ریخته باشه، وسایلش کاملا کثیف باشه یا لکه باشه. هیچ کس دوست نداره، به خصوص خواهرای عزیز ما که خیلی حساس هستن. اینی هم روش خیلی آسان، ببینید میبینید کاملا روی داش پاک کردیم. اینا رو بر میداریم همراه یک پارچه، ببینید من پاک میکنم.
البته بعدا باید کاملا تمیز پاک کنیم. یک دفعه امروی پارچه نمناک میبینید لکه دیگه داره دوستا، او سیاهی یا چربی که در روی ازی بود، سوختگی روغن، سوختگی نان، سوختگی پنیر پیتزا، کلگیش پاک شد. گفته یگان تا که نمی تو جل و بل زده دوستا بر شد. میبینید چقدر راحت ما بین داش پاک کردیم. حالا یک تا پارچه میگیریم به خاطر که کاملا نم دارم، پاک میکنیم که سفید سفید نمانه ما بین اجاق گاز، ما بین فیر. اگه پاک نکنیم باز بدن اگه خشک شد و میبینیم که یک جایش تو سفیدک سفیدک مانده، فقط بگوی که شیر چپه شده، باز دوباره باعث میشه که شما اجاق گاز پاک کنین، دوباره باعث میشه که شما ما بین داش پاک کنین. اگه نمیاله میتون نمدار پاک کنید، ایچ سفید سفید نمیمانه. بله ای بود از مابین داشت که تمیز کردیم. آلی میریم در داشت تمیز میکنیم، وسایلی که از مابین داشت خطا دادیم پاک کنیم، بشوییم، شیشه داشت تمیز کنیم. در فیر دوستا شیشه اول یکمی از موادی که گرفته بودیم عکسش هم براتون میمونم دوستا، یا همطور هم میتونین که اسکرین شات بگیرین. خب روی شیشه را سیم نمیزنیم، لازم نکرده که ما سیم ظرفشو استفاده کنیم. بامی اسکارج هم که تمیز کنیم کاملا پاک و صفا تمیز میشه، لکه نمیمونه. برنده عزیز شیشه اصلی داشت تمیز کردیم که ما بین داشت هم کاملا تمیز کردیم، زوبه کردیم به گفته آلمانیا. آلی در داشت بسته میکنیم، شیشه داشت تمیز میکنیم امرا با روی پنکک بود و سیمایی که در دورای داشت میمانیم که سینیایش هم میمانیم اونا باید تمیز شود و همچنان شیشایش هم بعد از او باز پشتش تمیز میکنیم. ظرفا را کلاگیر صافی کردیم دوستا، وسایل های داشت حالا میخواییم که وصل کنیم. دیدین دوستا که پنکرم اما آین رویش کاملا وصل کردیم. ببینید انگار بگه که داش تازه خریدی. حالی میاییم طرف شیشه در داش. ببینید عزیز حالا رسیدیم در شیشه اجاق گاز. اولین شیشه را میخواییم که پرد. بله شیشه اولی را انداختیم، میاییم طرف شیشه دوم. خب دیدین دوستا که یک دو تا بست داره که 100% باید دوباره اینا رو استفاده کنیم. خیلی راحت دیدین دوستا هنال یک دفعه روی ازی را یک دفعه صافی میکنیم.
بعد از او باز واشل را که دوباره میندازیم. واشل را دوستان همین طور که میکنید، یکی در اینجا جا داره، یکی هم در اینجا ببینید درد و سر جا داره که باز واشلش را پردیم. بله، آمدیم طرف شیشه اصلی، شیشه اصلی را پردیم. باش که رویش لکه نباشه دوستا که باز اذیت میکنه دوباره. بله، یه هم واشلای بود دوستا که در گوشه شیشه بود. واشلا رو در این گوشه انداختیم دوستا که ضربه شیشه رو میگیره که میده نشه. اگر زیاد حساس هستین که در مابین از شیشه آشغال نریزه سر در داشت، میتونیم که الوفولیه یا آلومینیوم این را قاط میکنیم. ببینید اندازه ای که این مقداری که باد هست دوستا، من اینجا شب دور میکنم. اینا لباس ای را وصل میکنیم که دیگه آشغال نریزه. اگر دوست نداشتین نیاز نیست که وصل کنین، فقط من به خاطر شما عزیزان نشان دادم، گفته نمیشه که هر وقت وقت نداشته باشین که باز کنین. میبینید دوستا اینا که آینه کاملا سر جایش موندیم، حواستون باشه که واشلاش خطا نخوره. شیشه رو پایین فشار میتیم، بسته میکنیم. این کاملا بسته شده، سراخایش هم میبینید دیگه بسته شد، دیگه آشغال نمیرزه که براد از زیر شیشه که پاک نتنیم. اینا هم که پیجاش بود، تا اینکه پیجا رو ننداختیم شیشه رو باید فشار داده بگیریم. پیچ یک طرفش انداختیم، حالا میخوایم که پیچ از طرفش هم پرتیم. خب این حالی دوستا امرای پیچ گوشتی که داریم، پیچ ها را سفت میکنیم. یا بسته میکنیم، شاید بعضی سفت را نفهمند. بله، طرف دیگه شم بسته میکنیم، دیگه کارش خلاص شد. بله، اجاق گاز تموم شد دوستو. اینا ببینید کل کارایش خلاص کردیم، شیشای در داش وصل کردیم. حالا میخواییم که امی چنگکایی که در بغل داش هسته برای سینی داش میخواییم که وصل کنیم. میبینید اول این طرفشو میندازیم، بسته شد. این هم سینی هایش. البته داش ما یک تا سینی دارم. حالا میریم که سر اجاق گاز رو تمیز کنیم. سر اجاق گاز رو میخواییم که تمیز کنیم، همین شیشه اجاق گاز. البته شیشه اجاق گاز ما قدر زیاد کثیف نشده بود دوستا. خب براتون میگم که اگر زیاد کثیف هسته که کلن دور تا دورش مثل منگ همی آب جوش کن واری بدیدی، بعضی اجاق گازا را کلن منگ میگیره. شما میتونین یک بسته پودر کیگ بیندازین، امرو با دو سه قاشق غذاخوری سرکه سفید میندازین، یک چند دقیقه میمانین. بعد چند دقیقه امرو اسکارج، نه امرو سیم زرشویی. ما دوستای عزیز یعنی 4 سال 3 سال تا 4 سال میشه که ما این اجاق گاز خود گرفتیم، ولی هیچ وقت روی همی اجاق گاز سیم زرشویی استفاده نکردیم. اگر سیم زرشویی استفاده کنیم
دیگه اجاق گاز ما هیچ وقت تمیز نمیشه، به خاطر سیم ظرفشویی باعث میشه جریس کنه، دیگه جریس های زی هر روز لکه میشه، مثل که دیدی بعضیش زرد میشه، دیگه پاک نمیتونیم. فقط همینجا اجاق گاز کثیف است دوستا، که ما امروز پودر کرک استفاده نمیکنم به خاطر که زیاد کثیف نیستن. همین مواد را که از مول خریده بودیم امروز میخوایم که امروز مواد پاک کنم. یعنی مقدر بس هستا حتی اگر دوست داشتین که سریش وردارین پاک کنین دورایش، خیلی راحت ما میتونیم که را بردارین. ببینین میتونیم راحت دورایش هم پاک کنیم. ببینید دورایش هم کثیف شده، بس پاک میکنیم. یک دقیقه من سرش را پاک کنم. ببینید این راحت پاک میکنیم، دیگه لکه نمیمونه. سر و جاق گاز رو پاک میکنیم. اینه ببینید دوستان، و جاق گاز کاملا پاک و صفا پاک شده. گفته هم یکان تا که هم تو جل و بل زده بر آمد. ببینید اینال دورای اجاق گاز پاک میکنیم دوستا. بالا زیاد کش نکنید به خاطر که سیما خطا نخوره. خیلی راحت این تو دورایش رو پاک میکنید. اینال بازی طرفش که پاک کردیم دوستا، آرامی طرفش دوباره میمونیم سر جایش. بازی طرفش رو برمیداریم. بله پاک کردیم در اجاق گازم که ماندین دوستا، فقط فشار میتین بسته میشه. این طرفش ببینید بسته نشده. خب بیننده عزیزم و خواهرای گرامیم که درخواست داده بودین، دیدین که ما اجاق گاز یا فر چقدر راحت آسان پاک کردیم. دیگه امیدوار هستم خواهرای عزیزمان که درخواست کرده بودین این ویدیو رو ببینین. اگه داشتان ناو گرفتن یا سابق هم گرفتن لکه بوده، با این رویش یا با این ترفند میتونین خیلی راحت و آسان پاک کنین. اگر لکایش خیلی عمیق بوده، یعنی که مثل که آب جوش کنه منگ میگیره، لکه و اجاق گاز لکه ما بین داشت همونطوری بوده، شما میتونین از پودر کیک استفاده کنین امرا با سرکه سفید که ما عکسش هم در چینل یوتیوب مانده بودم. با تشکر فراوان که با سلامندی کامل نشستین، مرا تا آخر ویدیو بیننده بودین. ویدیو رو برای اعضایتان هم شیر کنید. تا یک برنامه دیگه، تا یک ویدیو دیگه، خدایا رو نگهدار شما.